در این برنامه در دو بخش، نخست به وضعیت بازار مسکن در ایران می‌پردازیم. سپس می‌پرسیم چقدر وحدت اسلامی در شرایطی که دو کشور قدرتمند جهان اسلام با هم در تضادند شدنی است. سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین آماری که منتشر کرده میگوید قیمت مسکن در تهران در سال گذشته نزدیک به 100% افزایش داشته، در حالی که میزان افزایش قیمت مسکن در کل کشور تنها 10% بوده. میپرسیم قیمت را در بازار مسکن ایران چه چیزی تعیین میکند و چرا قیمت‌ها چنین نامتقارن بالا رفته؟ در این برنامه دو میهمان دعوت کردیم. از استکهلم احمد علوی، استاد اقتصاد و پژوهشگر اقتصادی با ماست، و از اصلا در نروژ مهداد سید اسکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی. ممنونم از هر دوی شما که در این برنامه شرکت کردید. آقای علوی، چرا قیمت این چنین بارا رفته که در تهران 91.5%، نزدیک به 100%، در کل کشور حدود 10%؟ خب باید توجه داشت که بازار مسکن در ایران یک بازار ناهمگن، گسسته و پراکنده است. بنابراین میبایست انتظار داشت که در تهران که اونجا تقاضا برای مسکن شکل سوداگرانش بسیار بالاتر است نسبت به شهرستان ها، قیمت ها در تهران بیشتر بالا بره. توضیح این که مسکن یک کالای دوگانه است، یعنی در این حال که کالای مصرفی است، یک کالایی است برای سرمایه گذاری و سه مکانیزم ثروت، درآمد، دارایی و مکانیزم اعتبار و وام و در نهایت مکانیزم تقاضای سرمایه گذاری تعیین میکنه که قیمتها چه روندی رو بپیمایند. و البته عواملی داریم، عوامل بنیادی و عوامل روانی، و البته سیاستهای دولت هم در این میان نقش داره. در شهرستانها به نظر میرسه که بیشتر مسکن به عنوان کالای مصرفی تلقی میشه تا سرمایه گذاری، و اون عوامل سوداگرانه یا انگیزه های سوداگرانه کمتر عمل میکنه. به همین دلیل هم است که به هر حال با توجه به اینکه قیمت زمین پایین است و به هر حال قیمت حتی کار، نیروی کار هم در شهرستان ها پایین تر هست، بنابراین این توضیح میده چرا قیمت به اصطلاح این شکاف قیمت وجود داره در شهرستان ها و تهران. تهران مرکزی است که به اصطلاح محل مهاجرت است، در حالی که شهرستان ها مهاجرت در واقع از اونجا صورت میگیره، و تمام این عوامل دست به دست همدیگه میدن تا اینکه فرضاً این شکاف میان به اصطلاح گرایش مربوط به قیمت ها صورت بگیره. متوجهم آقای علوی. بحث که شما مطرح میکنید راجع به این هستش که به هر حال کلان شهرها در همه جاهای دنیا تقاضا براشون، تقاضای مسکن درشون بالاتر هست تا نقاط دیگر کشورها، اما در ایران صحبت این هستش که به هر حال قیمت ارز روی همه قیمت ها تأثیر داشته. خیلی از چیزها رو الان میگن چون قیمت ارز بالا رفته مثلا تورمش انقدر هست. چرا در مورد مسکن چنین چیزی به نظر نمیاد که متوازن با قیمت بالا رفتن قیمت ارز بالا رفته باشه؟ مثلا قیمت ارز الان ظرف چند وقت اخیر پایین اومده، اما باز قیمت مسکن کماکان در حال رشد است. خب این مربوط میشه به چسبندگی قیمت، یعنی اینکه قیمت مسکن با توجه به اینکه این کالاییه که به هر حال شکل خاصی کالای غیر منقوله و این کالا چه سرمایه گذاری درش، چه خروج از اون بازار زمان میبره. معمولا حتی نه در ایران بلکه در کشورهای دیگه مثل سوئد، قیمت مسکن دقیقا تبعیت نمیکنه از شاخصهای مالی، بلکه همواره با یه تأخیری. کما اینکه وقتی فرضاً قیمت بازار سهام سقوط میکنه، بازار مسکن اونقدر سقوط نمیکنه. در مورد خاص ایران و در مورد رابطه دلار و مسکن باید توضیح داد که ما در ایران در مورد خاص مسکن چسبندگی قیمت داریم، به خاطر اینکه این تورم انتظاری باعث میشه که فروشنده ها علارغم اینکه قیمت دلار میاد پایین، منتها حاضر نیستن که قیمت های خودشون رو پایین در واقع برانن، به پایین بیارن، به خاطر اینکه اونها انتظار دارن در آینده نزدیک قیمت ها دوباره بره بالا، و البته اطمینانی هم ندارن به اینکه قیمت ارز دوباره بیاد پایین، بره بالا دوباره. و این مورد رو حتی ما در مورد کالای مصرفی می‌بینیم، یعنی با
علارغم اینکه فرضاً قیمت دلار اومده پایین، ما نمیبینیم که خاربار مثلا ارزون شده باشه، بلکه خاربار و به خصوص کالاهای اساسی اون روند رو به بالای خودشون رو ادامه میدن. در مورد این برمیگردیم و صحبت میکنیم، برای اینکه یه بخش عمده دیگه برمیگرد به همین نفروختن و اینکه مثلا الان 2.5 میلیون خونه خالی و که هیچ کاری ازش کشیده نمیشه، نه کسی درش مستاجر هست و نه کسی درش زندگی میکنه وجود داره، راجع به اون صحبت میکنیم. ولی آقای سید عسکری، چرا قیمت ها در خود تهران چنین نامتقارن هست؟ شما منطقه یک تهران دارید که اصلا یک داستان دیگه ای داره و مناطق دیگری هستن که قیمت های ارزان تری دارن. این منطقه یک چرا تا این حد قیمتش با بقیه مناطق فرق داره؟ دلیل اصلی این هست که بخشی از به وجود اومدن این مشکل ناشی از این هستش که خود سیاستگذاران و دولت مردان به عنوان خریداران و نهادهای متصل به اونها با تحت عنوان بانک ها در یک فرایند بسیار پیچیده در فرایند تولید مسکن و خرید و فروش مسکن حضور دارند. سیاست های دولت در این خصوص سیاست های بسیار ولنگ و بازی بوده، یعنی نتوانستن میان الگوهای مختلف یک تصمیم قاطعی را بگیرن. در نتیجه تمامی اینها در کنار پیچیدگی های ساختار اقتصادی ایران شرایطی را ایجاد کرده که کسانی که در این خصوص از رانت های خاصی برخوردار هستند، تقاضای سرمایه‌ای برای مسکن براشون از تقاضای مصرفی اولویت پیدا کرده، مسکن ها رو تولید کردن، در بانک ها نفوذ دارن، در وزارت مسکن شهرسازی نفوذ دارن، در سازمان زمین و مراتع نفوذ دارن و اینها وضعیت رو به گونه‌ای درآوردن چون می‌بینن که کسانی هستن، یعنی کسی واقعا وجود نداره که جلوی اینها رو بگیره. در نتیجه این خونه ها خالی مونده و کماکان خالی هم خواهد بود تا زمانی که این الگو روند تغییر پیدا نکنه. خب به نظر شما آیا این، شما میگید که اینها افراد پرنفوذی هستن، در بانک ها هم نفوذ دارن، اگر اینطور هست چرا اینها سیاست ها رو تغییر نمیدن؟ چرا مثل بقیه کشورهایی که به هر حال امکان خرید مسکن رو به عام میدن با برآورده کردن امکان مالیش به این شکل که بانک ها پا پیش میگذارن و شرایط رو فراهم میکنن، همین حال حاضر که قیمت ها در تهران سرسام آور هست، حد اکثر بانک ها دارن وام میدن حدود 80 میلیون هست، در حالی که همه میدونن با 80 میلیون نمیشه در تهران خونه خرید. برای پاسخ به سوال شما دو دیدگاه فکری رو باید مطرح کنم. دیدگاه فکری که در دولت سازندگی اصلاحات و دولت آقای روحانی وجود داره که ماهیتاً هیچ رسالت جدی رو برای طبقات محروم برای خودش قائل نبوده. دیدگاه دوم دیدگاه اولیه آقای دولت آقای دکتر بنی‌صدر و پس از اون دیدگاه آقای دکتر احمدی نژاد بوده که این دو فرد بودند که فقط وظیفه‌ای رو برای خودشون برای رسیدگی به بی‌بضاعت‌ها داشتند. با توجه به شباهت‌ها و تفاوت‌های تاریخی این سیاست در دولت آقای روحانی آنگونه پیگیری شد که ماهیتاً مسکن مهر متوقف شد و اون دیدگاه کنار رفت و همون دیدگاه اول یا دیدگاه سرمایه سالاری رفاقتی جای خودش رو گرفت. این امر از این جهت غیر جدی گرفته میشه به خاطر اینکه میگویند ادامه مسکن مهر به نفع اقتصاد ایران نیست. به شدت انتقاد میکنند از مسکن مهر. بارها شنیده شده از مسئولان دولت آقای روحانی که میگن مسکن مهر پایه مشکلات اقتصادی کشور هست در سالهای بعد. این گونه ادعا میکنند. بله. اما واقعیتش این است که واقعیت‌های استراتژیک ایران نشان دهنده درست بودن امر مسکن مهر رو نشون داد. هرچند انتقادات بسیار جدی و درستی هم در این خصوص هست، اما نشون دهنده این هست که حتی اگر بخواهند بازار رو هم در این خصوص تکون بدهند، چه از طریق تولید فیزیکی مسکن مهر یا چه از طریق دادن سرمایه و اعتبارات، حتی در الگویی که خود آقای آخوندی هم گفته بود بخواهند راهگشا باشند، میتونه این بازار تکون بخوره و در غیر این صورت اراده جدی در این خصوص دیده نمیشه. به عنوان مثال تنها وزیری که شرکت نداشت و خدمت شما عرض بکنم که در خصوص امر ساخت و ساز دخیل نبود وزیر دولت آقای احمدی نژاد بود و بقیه وزراها در تمامی این دولت ها خودشون یکی از بزرگترین کارفرمایان بخش مسکن بوده و هستند. آقای علوی، مسکن همونطور که صحبت شد به هر حال کالای سرمایه‌ای هست، رکود در بازار مسکن تبعات اقتصادی شدیدی داره برای کشور. همین حالا بسیاری از کارشناسان میگن که رکودی که الان هست رکود تورمی هست، همونطور که گفتم قیمت داره بالا میره، حالا حتی اگر در کل کشور به اندازه تهران نباشه باز هم در حال صعود هست، اما خرید و فروش خیلی کمتر از سال پیش انجام شده، حدود 50% کمتر از پارسال مردم رفتن و خونه ها رو خریدن.
بله البته ما اینجا ما با یک به اصطلاح واقعیت شگفت انگیز روبرو هستیم، به این معنی که صرف نظر از سیاست های دولت ها اگر ما فقط به بازار مسکن توجه بکنیم، اینجا خواهیم دید که علارغم اینکه فرزند تعداد معاملات کمتر شده که نشان دهنده اینه که به هر حال تقاضا کاهش پیدا کرده، اونم چند دلیل پشت این داستان هست، که اینکه قدرت خرید واقعی به اصطلاح مصرف کنندگان خانوار کاهش پیدا کرده، و افزون بر این نظام بانک ایران نظام بسیار فاسدی است، نظامی است که به اصطلاح تبعیض در اون زیاده و اساسا مکانیزم اون مثل چیزی که در کشورهای غربی وجود داره نیست، به این معنا که تلاش بکنه وام بده، وام رو به شکل تساوی توزیع بکنه و بر اساس واقعیت ها، یعنی اینکه چه خانواری میتونه چقدر ضمانت بذاره. بنابراین طبیعتاً میزان تقاضا برای مسکن کاهش پیدا میکنه، منتها در مقابلش همزمان ما میبینیم که قیمت ها افزایش پیدا میکنه. این افزایش قیمت بیشتر در شهرستان ها جنبه مصرفی داره، در به اصطلاح در تهران جنبه سوداگرانه داره، و اون هم به هر حال با توجه به این فسادی که در اقتصاد ایران افزایش پیدا میکنه. اما پیامدهای چنین رکودی در بازار مسکن این خواهد بود که البته بخش مسکن یکی از بخشهایی است که نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها بیشترین اشتغال رو ایجاد میکنه. در دوره رژیم گذشته ما شاهد بودیم که با فعال کردن بخش مسکن در واقع بیکاری رو خیلی پایین آوردن. در کشورهای دیگه همین سوئدی که ما هستیم یا حتی خود بریتانیا هم همینجوره، و این صنعت گره خورده با ده ها بلکه صد ها صنعت دیگه، یعنی ایجاد تقاضا در این بخش از اقتصاد ایران و افزایش معاملات و ایجاد رونق باعث افزایش رونق در سایر بخش ها و افزایش درآمد حقیقی در بخش عمده ای از جامعه میشه. حال اولین نکته ای که ما میبینیم که خب به هر حال سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه، ممکنه امروز این اتفاق نیفته، منتها من بعد این اتفاق خواهد افتاد، یعنی با کاهش تقاضا سرمایه گذاری کاهش پیدا خواهد کرد، رشد اقتصادی کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه اشتغال کاهش پیدا خواهد کرد، و اینها همه می انجامه به این که بخش عمده ای از فعالین این بخش علیرغم شرایط فعلی دچار فقر میشن، از درآمدشون کاسته میشه، و این به اصطلاح یک اثر متقابل دو سویه داره، یعنی هرچی این بخش به رکود بیشتر در واقع وارد میشه، بخش های دیگه هم همین اتفاق میفته، بعد رکود در سایر بخش ها باعث میشه که درآمد حقیقی خانوار کاهش پیدا میکنه و در نتیجه باز رکود بیشتری در این بخش حاصل میشه. اگر اینطور هست که شما میگید آقای علوی، آقای سیرسکری اشاره کردن که مسکن مهر پروژه بسیار بزرگی بود، این هم خونه درش تولید شد، چرا پس مشکل بیکاری رو حل نکرد؟ در اون شرایط به خاطر اینکه فرزند این مشکل اون مسکن مسئله اون به اصطلاح تأمین مالیش بود و اینکه اساساً شکلی که انجام گرفت مشکل داشت و اینکه دولتی بودن، ما میدونیم که کالای دولتی معمولاً بسیار گرانتر از بخش خصوصی، یعنی اگه خانوار خودش اقدام میکرد طبیعتاً میتونست بیشتر مؤثر باشه، اون در واقع میان راهی بود یا میان بری بود برای اینکه علارغم کاهش درآمد حقیقی خانواده رو صاحب مسکن بکنه. در چنین شرایطی در جاهای دیگه هم این به اصطلاح به آزمون گذاشته شده و نتیجه نداده، و البته مثلا در خود سوئد در دهه 70 یا 80 یک پروژه هایی بود معروف به پروژه های میلیونی برای اینکه سطح زندگی خانواده رو بیارن بالا، برای اینکه همه مسکن داشت، منتها از اون جهت که به هر حال مکانیزم های نظارتی و به هر حال نظام بانکی طوری عمل میکرد که به صرفه باشه محقق شد. در شرایط ایران به خصوص من تاکید میکنم بر مسئله فساد و منافع خاص کسانی که به هر حال دست اندرکار هستن، و افزون بر اون مسئله به هر حال اینکه نهادهای نظارتی نتونستن نظارت بکنن، به همین دلیل مسکن مهر شاید میتونست منشأ اثری باشه ولی کم به این روز افتاد. آقای سید عسکری، بحث دیگه بحث کرایه هست. کرایه منازل حدود 17% افزایش پیدا کرده در همین مدت که قیمت منازل تا این حد بالا رفته. فکر میکنید چرا؟ قیمت بالا رفتن نرخ کرایه یک عددی منطقی هست برای این 17%، همچون سالهای گذشته، با توجه به اینکه نرخ تبادل یعنی جابجایی خانه برای آن هزینه که برای بنگاه ها میدهند بسیار بالا هست برای دو طرف، هر دو طرف و همچنین
پیدا کردن مشتری جدید برای خانه ها و یا خانه مناسب بسیار بالا هستش. این امر باعث این شده که یکمی با احتیاط و محافظه‌کاری بیشتری هر دو طرف قضیه به این قضیه نگاه بکنند و حتی امکان سعی بکنند که در خانه های خودشون استقرار پیدا بکنند و جابجا نشند. این نرخ 17% بیشتر ناشی از اون عددی هست که کسانی هستند که مجبور شدند خانه های خودشون رو عوض بکنند و البته خانه های کوچکتر و گرانتری رو پیدا کردند، چون بسیاری از کسانی که عرضه کننده خانه های اجاره ای هستند به قیمت های سال گذشته یا قراردادهای سال گذشته خودشون ارجی ندادند و قیمت های بالاتری رو خواستند، که این یک عدد طبیعی هست و خوشبختانه در این امر خیلی اجاره خانه عدد بالایی رو تجربه نکرد. جالب است این که میگید که اونها مبلغ بیشتری رو خواستن کسانی که صاحب خانه هستن، چون این برنامه وقتی میخونین میبینین که خیلی ها اعتراض میکنن که ما با صاحبخونمون به توافق رسیده بودیم، بنگاهی وارد شد و گفت که باید قیمت بیشتر باشه. چه کسی تعیین کننده قیمت هاست؟ ببینید، تعیین کننده قیمت ها ماهیتاً آخرین فایل هایی هست، به دلیل اینکه ساختار ایران یک ساختار سنتی هست در ارائه قیمت ها. آخرین قیمت هایی هست که معامله می شود در درون بنگاه ها و فایل هایی که قیمت گذاری می کنند. در نتیجه خود بنگاهی ها هم در فرایند قیمت گذاری مؤثر هستند، یک شبکه بسیار عجیب و پیچیده ای دارند بستگی به مناطق خودشون. قیمت ها رو تعیین می کنند و اصلا در فرایند این دادن اجاره و پیدا کردن مشتری هست که به سودی میرسن. در نتیجه با دستکاری های خاصی که توی قیمت مناطق میکنند و میآیند و این بحث ها رو ادامه میدن و دامن میزنن، چون واقعیتی که وجود داره در خصوص بحث بنگاه ها کماکان از شیوه های بسیار سنتی استفاده میشه و هیچ گونه سیستم های جدیدی در رسیدن به اون قیمت برای خانه توسط وزارت مسکن، شهرداری ها یا نهادهای دیگه وجود نداره، که یکی از مشکلات اصلی در خصوص بحث اجاره مسکن در ایران است. در مورد اجاره این رو آقای سیدسکری میگن، آقای علوی در مورد قیمت مسکن چطور؟ ظاهرا اونطور که شما توضیح دادید عرضه و تقاضا نقش چندانی نداره. آیا هستند نهادهایی که تأثیر گذارند؟ مثلا باز تو همین خوندنها دیدم که جایی کسی گفته بود که قیمت بالا نرفته بود تا اینکه بانک مرکزی گفت که قیمتها مثلا باید دو برابر شده. خب البته باید توجه داشت که بازار مسکن در ایران یک بازار به چیزی که افکتیو یا مؤثر خوانده میشه نیست. چرا؟ برای اینکه گردش اطلاعات شفافیت نداره. در البته هم تقاضا کنندگان هم عرضه کنندگان نقش دارن و در فقدان شفافیت و فساد گسترده‌ای که ما بخصوص الان حتی در به حساب کف بازار مسکن داریم، حالا بخشش مربوط است به بنگاه‌ها، بخشش به نهادهای نظارتی، در فقدان این شفافیت و مؤثریت طبیعی است که به اصطلاح قیمت‌ها به اصطلاح به قول اقتصاددان‌ها دارای کجی است، به این معنی که بازتاب واقعیت‌های اقتصادی ایران نیست. بنابراین گاهی می‌بینیم که قیمت‌ها خیلی به شدت بالا میره، گاهی اوقات دگرگون نمیشه. باز این مربوط میشه به همین ساختار ناقصی که مؤثر نیست و مدرن البته نیست و انتظار میره که با توجه به شرایط فعلی که خود مسئولین دولتی هم به نوعی دستن در کار هستن و مایل نیستن که نظارت چندانی بکنن یا اینکه فرضاً نهادهای جدید رو درست بکنن، اوضاع به همین شکل باقی خواهد ماند و قیمت ها بازتاب واقعیت ها نیست بلکه دچار کشی خواهد. بحث دیگه بحث این هست که چطور سرمایه‌ای که ظرف یک سال اخیر به خصوص ظرف چند ماه گذشته سرازیر شد به بازار ارز نرفت سمت بازار مسکن. در خصوص این قضیه باید دید که خانوار تلقیش از آینده چیست. بازار به اصطلاح ارز یک بازاری است که نقد است، حال اینکه بازار به اصطلاح مسکن و مستغلات بازاری است که هم ورود به اون هزینه زیادی داره هم خروج و زمان بره این ورود و خروج. یعنی شما اگر یک مسکنی امروز داشته باشید نمیتونید تبدیلش بکنید به پول نقد به یک باره. خب میره تو اون فرایندی که ما توصیف کردیم که بازاری است که مؤثر نیست، بازاری است که شفاف نیست و معلوم نیست چه اتفاقی میفته. اما در خصوص دلار یک به اصطلاح کالایی است که
منقول، شما میتونید با خودتون این بر اون بر ببرید و در این حال نقد است. دست کم تا وقتی اینکه بازار رو از بین بردن دولت با اقدامات پلیسی خودش که باعث شد که قیمت ارز سقوط بکنه، دست کم تا قبل از اون بازار ارز بهترین بازار بود، چون تخصص زیادی نمیخواست برخلاف بازار فرزند بازار سهام. در این حال اون عدم انعطاف و همچنین تسلب بازار مسکن را هم نداشت. بنابراین در میان این گزینه‌ها کسی خانوار معمولا اون رو انتخاب میکرد به خاطر اینکه به سرعت تبدیل میشد به پول نقد، میتونست تبدیل بشه به کالا و سایر مایحتاج. آقای سید عسکری، در مورد ساخت مسکن و به قول معروف بساز بفروشی مسکن که صحبت میکنیم، خیلی ها انتقاد میکنن، خود شما هم اشاره کردید به نقش بعضی از رانتخارها، ولی به هر حال بخش عمده از جامعه هم دارن از این طریق ارتزاق میکنن. خیلی ها در این سالهای اخیر به این کار روی آوردن با توجه به سوداوریش. مثلا در آمار و ارقام باز میبینیم که خونه های نوساز بیشترین طرفدار رو دارن، هنوز هم بیشترین فروش در میان خونه های نوساز هست. چرا اینطوره؟ ببینید، یکی این که به عنوان مثال سیاستگزار پولی کشور دادن تسهیلات برای طبقه متوسط و روبه پایین رو برای خانه های نوساز یا تا حد اکثر 15 سال در نظر گرفته. در نتیجه این در خصوص بحث تقاضا بسیار مؤثر هست. همچنین پیچیدگی های قانونی برای مردم بسیار مشکل وجود داره که به عنوان مثال از تسهیلات جاله تعمیر مسکن استفاده بکنه. این هم از این دلیل هستش که مردم به دنبال سیستم ساده تری هستن، یعنی حاضر هستن بیشتر کار بکنن، بیشتر تلاش بکنن، وامی رو با درصد بهره بیشتری رو بگیرند، اما از پیچیدگی های قانونی خدمت شما عرض بکنم آسیب نبینن یا حتی به دنبال اونها نرند. به عنوان مثال اگر شما از تسهیلات مسکن استفاده کنید و همزمان آشنایی کامل از تسهیلات جاله مسکن داشته باشید، حتی میتونید وام بیشتری رو بگیرید. اما این رو چون مردم کسانی نمیدونند و در نتیجه این اتفاقات میفته که نهایت تمرکز خودشون رو بر روی خرید خانه های نو یا تا حد اکثر 15 سال میگذارند. و از اون طرف هم سیاستگزار پولی، یعنی به عنوان مثال در جلساتی که آقای دکتر آخوندی با سیاستگزاران پولی داشت مطرح کرد که از 15 سال ما به 20 سال یا به 25 سال بدهیم، همراه با اینکه این نرخ‌های بهره رو دستکاری بکنیم. اما سیاستگزار پولی در این خصوص موافقت نکرد و این امر هم باعث تشدید امر تقاضا در این امر شد. اشاره میکنید که تا 25 سال رو یعنی بهشون امکانات خرید بدن، وام بدن. من سوال دیگه‌م برمیگرده به اینکه خب اگر بخوایم اون امکان شغل پروری رو در بازار مسکن در نظر بگیریم، در بسیاری از کشورها، همینجا در بریتانیا که خب من آشنا هستم، میبینم که یک سری طرح‌ها هست، از جمله مثلا طرح‌هایی که افراد کم بضاعت‌تر میتونن بخشی از خونه رو بخرن در حالی که مثلا 3/4 متعلق به دولت هست، اما در اون خونه میتونن بشینن زندگی بکنن و اون هزینه اون 1/4 رو بپردازن و تا سالها میتونن در اون خونه باشن. چرا چنین طرحهایی رو دولت ایران اجرا نمی‌کنه به جای مثلا طرح مهر؟ ببینید، ماهیتا خدمتتون عرض کردم، یکی که اولا مسکن مهر هم تقریبا نهایت تلاشش رو میکرد که به این امر نزدیک بشود که نشد. اما این هستش که ماهیتا ایده پردازی جدید و تفکر جدید و استفاده از ابزارهای جدید در این خصوص عملا وجود نداره. به عنوان مثال الان تمرکز دولت و همه کارشناسان بر روی بخش دادن وام هست. کسی الان قیمت زمین رو همون جوری که شما فرمودید اصلا نمیخواد تلاش بکنه که حذف بکنه. کسی در خصوص مسئله قیمت گذاری که باید با یک عدد شفافی برسیم فکر نمی کنه. سیاست گذاری های دولت ها عملا آنگونه بوده که به نوعی خودشون بحث تجاری رو در این امر مد نظر داشتن و اصلا این امر رسیدگی به طبقه محرومان و طبقات پایین به عنوان یکی از وظایف دولت، به عنوان یک تئوری اصلی توسط سیستم تفکر در دولت جمهوری اسلامی، علل خصوص اصلاحات، اعتدال و دوران سازندگی تبلیغ و مطرح میشه و کارشناسان هم این امر رو بهش دامن میزنن. آقای علوی، به نظر شما راهکار چیه در حال حاضر؟ آیا در آینده نزدیک دولت ایران میتونه کاری بکنه که مسکن از این حالت در واقع کالای سرمایه‌ای که تا این حد در اقتصاد ایران نقش بازی میکنه تبدیل بشه به یک کالای مصرفی با تأثیر منطقی بر اقتصاد؟
البته تصحیح کنم در ایران اگر مقایسه بکنیم با ایران، ایران و کشورهای دیگه بیشتر مسکن کالای سوداگرانه شده و الا اگر تبدیل بشه به یک کارایی که فرزند سرمایه گذاری هست برای خانوار بد نیست به نوعی، کما اینکه در سایر کشورها در شرایط متعارف هم همین هست، یعنی ترکیبی از مصرف و سرمایه گذاری. متاسفانه در ایران با اون به اصطلاح اختاپوسی که حاکم است بر بازار مسکن، این تبدیل شده به کالای سوداگرانه و الا نمی بایست متمرکز بشه به تهران و اون هم شمال تهران، یعنی کسانی که بیشترین درآمد قدرت خرید رو دارن و این درآمد ها هم با توجه به شرایط اقتصاد رانتی نفتی ایران نمیتونه درآمد های در واقع تمیزی باشه، غالبا درآمد هایی است که به هر حال دارای مشکل خواهد کرد. اما اینکه چه راه حلی وجود داره، باید توجه داشت که در اقتصاددان ها تأکیدشون بر اینه که تا وقتی قدرت خرید واقعی خانوار بالا نره، عوامل دیگه کمتر میتونن مؤثر باشن. مثلا در همون بریتانیای شما یا سوئد، در اینجا معمولا قدرت خرید خانوار یک چیزی کمی بالاتر از تورم بالا میره، در نتیجه خانوار این استطاعت رو داره که مسکن رو، مسکن خوب رو، البته ما چون به هر حال یه مفهومی داریم به اسم مسکن خوب، محله خوب، این مسکن خوب و محله خوب که نه تنها اثر اقتصادی داره، یعنی کیفیت مصرف رو میبره بالا، بلکه میتونه سلامت اجتماعی خانواده رو تأمین بکنه، کما اینکه برعکس اون در به اصطلاح مناطقی که به هر حال مسکن خوب وجود نداره و به اصطلاح اوضاع بد هست، در اونجا کودکان در شرایط بدی متولد میشن، در شرایط بدی به هر حال رشد میکنن و تاثیرهای عمیق اجتماعی و به هر حال سیاسی حتی خواهد داشت. بنابراین اگر به مسکن خوب فکر بکنیم، در مسکن خوب در شرایطی به اصطلاح میتونه به دست خانوار برسه که قدرت خرید خانوار به شکل واقعی افزایش پیدا بکنه، و این در گروه دو متغیر دیگه است. یک متغیر به اصطلاح اشتغال باید بالا بره، یعنی متغیرهای کلان اقتصادی. دو اینکه تورم کاهش پیدا بکنه. از طرف دیگه میبایست فساد در توزیع منابعی همچون فرزند زمین کاهش پیدا بکنه و این میتونه یک مسیری باشه. حالا اینکه بخش تعاونی، بخش دولتی، بخش خصوصی یا ترکیبی از اینها عرضه به اصطلاح مسکن رو به عهده بگیرن، باز با توجه به شرایط گوناگون میتونه به اصطلاح متغیر باشه. در این حال بازار مسکن باید مؤثر باشه، یعنی اطلاعات، یعنی سیاست گذاری به گونه ای باشه که شفافیت ایجاد بشه و به اصطلاح دست باندهای که در توزیع یا فرضاً تولید دست دارن در واقع بریده بشه از این به اصطلاح بخش و اونها رو بیارن به اصطلاح اموری که سازنده است. چرا؟ برای اینکه ممکنه الان کسانی باشن که در پی سوداگری باشن، اما اگه سیاست گذاری به نوعی باشه که اونها تشویق بشن برن در امور تولیدی، همون سوداگران تبدیل میشن به تولیدگران. بنابراین متشکرم آقای علوی. اجازه بدید من سوال آخر رو از آقای سرداسکری بپرسم، وقت برنامه رو به پایان است. آقای سرداسکری، من فقط می‌خوام شما خیلی کوتاه به ما بگید، یکی از طرح‌ها این بود که مثلا برای خونه‌های خالی مالیات تعیین بشه که خونه‌های خالی به این شکل رها نشن تا وقتی قیمتشون بالاتر میره. چرا اینطور طرح‌ها به نتیجه نرسیدن؟ دلیل اصلی وجود همون شبکه‌های فاسد و مافیاهایی هست که هم در سیستم بانکی وجود دارن. قسمت اعظمی از مسکن‌های خالی اینها مسکن‌هایی هستند که در گروه بانک‌ها هستند و بانک‌ها به هیچ عنوان نمی‌خواهند به این امر بپردازند. یعنی ارتباطات صاحبان این مسکن‌ها با بانک‌ها یک ارتباط پیچیده‌ای هست. بخشی از اون هم به این دلیل هست که دولت اراده کافی برای این بحث رو نداره. سال‌هاست که در این خصوص صحبت میشه، جلسات گذاشته میشه و خدمت شما عرض کنم فشارها گذاشته میشه، نمایندگان بانک ها حضور پیدا نمی کنن، نمایندگان نهادهای دیگه حضور پیدا نمی کنن و در پیچ و خم های اداری می رود تا وزیری برود و وزیر دیگری بیاید. این دلیل اصلی این ماجرا است. متشکرم از شما آقای سیدعسکری و آقای علوی، ممنونم که در این بحث شرکت کردید. بخش دوم برنامه میپردازیم به 32 کنفرانس وحدت اسلامی. حسن روحانی این هفته به رقیب منطقه‌ای کشورش عربستان در افتتاحیه این مراسم به شدت تاخت. انتقادی تند از عربستان به خاطر نزدیکی ریاض با آمریکا در حضور 350 نماینده از کشورهای مختلف اسلامی، اما سران کشورها حضور نداشتند، بیشتر سران پیشین دعوت داشتند، نظیر حامد کرزی و نوری المالکی. چقدر وحدت بین کشورهای اسلامی در شرایط موجود ممکنه؟
برای این بحث هم دو مهمان داریم. از واشنگتن مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه با ماست و عبدالفتاح خدمتی، پژوهشگر علوم اسلامی از اهل سنت از منچستر بریتانیا. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. آقای خلجی، متوجه هستم که به هر حال کنفرانس وحدت اسلامی با یک اهدافی در دوره آقای خمینی پایه‌گذاری شد، اما با توجه به تغییرات سیاست‌های منطقه‌ای ایران در طی این 30 سال گذشته، چرا هنوز ایران این کنفرانس رو برگزار میکنه به این شکل؟ ببینید، ایده وحدت اسلامی یا اتحاد اسلام یک ایده است مربوط به قرن 19 و بیشتر با استعمار اروپایی آغاز میشه و در حقیقت در سنت اسلامی سابقه نداره به هیچ وجه. در سنت اسلامی ما فرقه های مختلف رو داریم که با هم در جنگ هستن و به صورت های گوناگون با هم رقابت یا ستیز میکنن. جمهوری اسلامی هم یک نظامی است که مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی هست. ایدئولوژی اسلامی یکی از عناصرش همین بحث اتحاد اسلام هست که از اشخاص مختلفی نشأت گرفته و از نهادهای مختلفی مثل اخوان المسلمین، مثل اقبال لاهوری، ابوالعلا مودودی و دیگران در پاکستان، و شخص آیت الله خامنه ای هم یک کسی هست که به طور مشخص متأثر هست از سید قطب و اندیشه های او، یا کسانی مثل اقبال لاهوری که خود اقبال لاهوری از کسانی است که معتقد به ملت نیست، یعنی معتقد به این هست که میگه قلب ما از هند و شام و روم نیست، مرز بوم او به جز اسلام نیست، به امت اعتقاد دارند. امت اعتقاد دارن و این اعتقاد به امت یه بخشی جدا نشدنی از یک نظام تمامیت خواه اسلامی هست. همونطور که میدونید آقای خامنه ای رو در ایران ولی امر مسلمین جهان میخوانند ببخشید، یا ایران رو ام القرای جهان اسلام میدونن، یعنی که معتقد نیستن که جمهوری اسلامی نماینده یک دولت ملت هست، بلکه معتقدن که نماینده امت اسلام هست و امت اسلام باید متحد بشه زیر لوای جمهوری اسلامی، اون اسلامی که جمهوری اسلامی میخواد و اون ولی فقیه که بر رأسش هست. البته در سیاست خارجی این سیاست پن اسلامیست یا به اصطلاح اتحاد اسلام همیشه پیگیری شده، بنا به مصلحت گاهی پیشتر رفتن، بنا به مصلحت گاهی عقب نشینی کردن، اما در داخل کشور این موضوع کاملا متفاوت هست. یعنی در داخل کشور بحث تمایز و تبعیض بین شیعه و سنی به دو صورت هست. یکی به صورت قانونی، یعنی ما در قانون جمهوری اسلامی اهل سنت رو جز اقلیت ها میدونیم و قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها قانون اساسی در سراسر جهان اسلام هست که مذهب خاصی رو، یعنی فرقه خاصی رو به عنوان دین رسمی کشور تلقی میکنه. یعنی در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای اسلامی دین رسمی اسلام هست به طور کلی. حتی در عربستان سعودی دین رسمی اسلام هست، نه فرقه خاصی، مثلا فرض کنید وهابیت یا سلفیگری یا حنبلی یا مالکی. ولی در ایران مذهب رسمی مذهب شیعه اثناعشری هست و بنابراین تبعیض‌هایی داریم که از خود قانون اساسی نشأت میگیره. یه تبعیض‌هایی هم داریم که تبعیض‌های مذهبی هست که فشارهایی است که از قم یا مشهد یا نجف آورده میشه برای اینکه بین شیعیان و سنی ها تمایز بگذاریم. مثلا فرض کنید در مجلس ششم تلاش هایی بود برای اینکه برخی از اهل سنت رو در هیئت رئیسه بگنجونن، اما فشارهایی که از قم آمد اجازه نداد و در حقیقت ما یک تقابلی هم بین حکومت و نهادهای مذهبی در این زمینه داریم. آقای خدمتی، چقدر واقعا در جهان اسلام ایران این نقشی که خودش برای خودش قائل هست رو داره در میان اهل سنت؟ من در مورد کشورهای منطقه که به هر حال الان رقابت‌های منطقه‌ای دارند نمیخوام فوکوس بکنم، تمرکز کنم در کلی‌تر، در کل جهان اسلام چقدر ایران واقعا این جایگاه رو میتونه برای خودش قائل باشه؟ ممکنه 0% باشه، برای اینکه در داخل ملت رهبریت آقای خامنه‌ای رو قبول ندارن تا چه رسد در بیرون. و اون چیزی که در الان آقای خامنه‌ای خودش درست کرده در سال 69، یعنی این وحدت، کنفرانس وحدت اسلامی، اعضای آن خودش تعیین میکنه، 15 الی 20 نفر، بدیهی است کسانی که طبق میل خود آقای خامنه‌ای باشه این اعضا تعیین میشن، در حالی که اهل سنت میدانند این یک نوع نمایشی بیش نیست، برای اینکه
برای همه واضح شده در به خصوص در سالهای آخر که هدف اینها سوء استفاده از اهل سنت هست و خود را به زور به نحوهی میخواهند که در عالم اسلامی در جهان سنی جا بدند و از اون طرف هم ادعای امامت و رهبریت مسلمین دارند که هرگز جهان اسلام نپذیرفته، نه جامعه الازهر پذیرفته، نه دانشگاه های عربستان پذیرفتن، نه دانشگاه های معتبر دنیا و مجمع فقه بین المللی اسلامی پذیرفته این زعامت خامنه ای را. بنابراین این هر سال تکرار میشه، جنبه سمبولیک داره، یک نمایشی بیش نیست و این وحدتی هم نیست. همه میدونند که اونایی که شرکت میکنند هم ممکنه در سالهای اول سال 69 یا سال 70 رنگی بیشتری داشت، اما الان فاقد این رنگ و این معنی شده، برای این که کسانی که شرکت میکنند یا از جیرخاران خود نظام هستند یا از افراد خیلی گمنامی در این کنفرانس شرکت میکنند و ای کاش که هزینه این کنفرانس از رزرو هتل و بلیط و غذاها و هدایا صرف بازسازی زلزله زدگان در کرمانشاه میشد یا به ملت فقیر ایران داده میشد و این هزینه ها فقط به نفع خود نظام هست. آیا خدمتی ببخشید صحبتتون قطع میکنم، آیا این سودای وحدت اسلامی فقط از ایران میاد یا سایر کشورهای سنی هم علاقه دارند به این کار؟ کشورها منظورم دولتها دنبال این هستند؟ سایر کشورهای اهل سنت مسلمان متحدن، مشکلی ندارن، لازم نیست برای وحدت کاری کنن، خود به خود وحدت دارند و این رژیم ولی فقیه هست که احتیاج مبرم داره جای پایی باز کنه برای خودش در جهان اسلام. تا حالا نتونسته. این 32 اجلاس وحدت کنفرانس وحدت اسلامی است، یعنی تا به حال 32 سال گذشته ولی 32 مسئله نتونسته بین خود و جهان اسلام حل کنه و 32 سانتی متر نتونسته عقب نشینی کنه از اون مواضع تند و تعصب شیعی که هر کس این مواضع را بخواند و بداند میداند که وحدت که هیچ امکان نداره، برای اینکه در کتابهای اساسی خود مذهب به تفرقه دامن میزنه، به جدایی دامن میزنه. برعکس اهل سنت همیشه مدعیان وحدت بوده و هستند. مثال خیلی سادهی بنده عرض میکنم، اهل سنت مرتب میگن که رابطه بین حضرت علی مثلا و عمر و ابوبکر خیلی خوب بود، اونها میگن نه خیر بد بود. میگن که امهات مؤمنین یکی بعد از دیگری بالاخره مادران مؤمنین بودن، اونها میگن نه خیر عایشه و حفصه فلان و فلان بودن. یعنی در کتابهای اونها هم مرتب دامن میزنن به تفرقه. البته این وحدتی که این واژه استفاده کردند، قرآن آن را تحت اعتصام نام برده و اعتصموا به حبل الله جمیعا، چنگ بزنید، و نهی کرده از تفرقه، میگه ولا تفرقوا. ولی اون چیزی که ما در کتابهای آقایون میبینیم مرتب تفرقه هست و حتی اخیراً شما اگر توجه بفرمایید خود آقای عراقی که همین در جلسه این هفته گذشته سخنران این جلسه بود، شروعش با چی بود؟ شروعش با این بود که امروز همزمان شده با امامت و زعامت امام زمان. خب اینو که نشستن که اعتقادی به امام زمان ندارن، یا این که تبریک میگه مثلا به کسانی که رفتن مدافعین حرم در حلب. خب اهل سنت میدونن که در حلب حرمی نیست، بنابراین اینها میخوان اون چیزی که در ذهن خودشون هست. اهل سنت میدونن که طی این 6-7 سال رژیم ولی فقیه بیش از 500,000 سوریه‌ای را به خاک و خون کشوند و بیش از 4,000,000 آواره کرد و در عراق و در یمن هم دست ولی فقیه آغشته به خون یمنی ها و عراقی هاست. این وحدت یک نوع ظاهر هست و در باطن کاملا خلاف وحدت هست، یک نوع تفرقه هست، یک نوع دامن. متشکرم آقای خدمتی. بذارید من بحث رو میخوام حالا از بحث ببرم رو جنبه های سیاسی این کنفرانس. با توجه به اینکه حالا اشاره کردید به یمن و عراق و اینها، خود آقای روحانی، آقای خلجی در سخنرانی آغازینش به گفت که مردم عربستان رو ما میتونیم حمایت بکنیم همونطور که از مردم عراق و یمن و افغانستان و سوریه حمایت کردیم. خب طبیعی هست که دولت عربستان از این حرف خوشحال نخواهد شد، اما واقعا چقدر ممکنه خریدار داشته باشه در کشورهای اسلامی منطقه، در عربستان مثلا؟
اجازه بدید من به نکته که این دوستمون گفتن بپردازم قبل از اینکه به شما جواب بدم. ببینید، ما در جهان اسلام با مشکل دولت مواجه هستیم، یعنی اینکه این فقط در ایران نیست که دولت به مفهوم مدرن کلمه به عنوان نهادی که مرتبط با ملت هست و نماینده ملت هست استقرار پیدا کرده باشه. ما در کشورهای عربی، در کشورهای اسلامی تقریبا بدون استثناء دولت‌هایی داریم که هنوز به مفهوم مدرن کلمه مستقر نشدن و بیشتر حاکم هستن تا اینکه دولت باشن. از عربستان سعودی بگیرید حتی تا ترکیه هم که هنوز مشکل دولت درش وجود داره. ما بحران دولت داریم. زمانی که بحران دولت وجود داره همیشه بحث از وحدت اسلامی مطرح هست. وحدت اسلامی یک افسانه است. یک افسانه است که نه در شیعه وجود داره نه در سنی وجود داره و اختلافات فرقه‌ای یک واقعیت هست که در درون اینها هست. و اگر شما مثلا فرض کنید به ایدئولوژی اخوان‌المسلمین نگاه بکنید یا به ایدئولوژی کسانی مثل ابوالعلاء مودودی نگاه کنید یا اقبال لاهوری که نام بردم از شما ازشون پیش از این برای شما، میبینید که اینها همه مشکل دارن با دولت و در حقیقت در برابر دولت دنبال امامت یا خلافت امت هستند. و این یک آرزویی است که جمهوری با جمهوری اسلامی متولد نشده، نه جمهوری اسلامی متأثر از این ایده هست. و بگذاریم از اینکه برخی از مذاهب اهل سنت هستند که به شدت ضد شیعه هستند، یعنی که برخلاف اینکه این دوست عزیزمون گفت که مشکل فقط شیعه هستن، نه اینطور نیست، مشکل در دو طرف هست و ما مخصوصا در میان سلفی ها و وهابی ها یک ایدئولوژی شیعه ستیزی بسیار جدی داریم و در دولت های مثلا دولت عربستان تبعیض بسیار شدیدی علیه شیعیان وجود داره، یعنی شیعیان به عنوان شهروند در دوم محسوب میشن، یا در بحرین مشابه همون که در ایران در مورد سنی ها وجود داره. بنابراین یه مشکلی است فراتر از ایران. اما جمهوری اسلامی یک جمهوری تمامیت خواهه، به این مفهوم که سلطنت نیست مثل مثلا عربستان سعودی یا مثل بعضی از کشورهای دیگه، خودش رو مسئول کشور خودش نمیدونه بلکه خودش رو مسئول کشورهای اسلامی میدونه. البته خب این یک تهدید میتونه باشه برای منطقه، تهدید میتونه باشه برای کشورهایی که شاید خودشون رو به تنهایی قادر ندونن در مقابل فشارهای ایران به اصطلاح تحمل کنن، مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس. بنابراین اینها از ایران همیشه احساس خطر داشتن و متاسفانه ایران کارهایی رو که کرده، سیاستهای اصلی که داشته در 40 سال گذشته، سیاستهایی بوده فرق گرایانه و سیاستهایی بوده که اطمینان یا اعتماد چندانی در همسایگانش بر نینگیخته. و خب حالا در شرایط خاصی حرفای خیلی خوب میزنن، حرفای برادرانه میزنن و فلان میزنن، ولی اون چه که ما در عمل دیدیم اینه که دیوار اعتمادی بین ایران و جهان عرب، بین ایران و جهان اسلام همواره بلندتر و بلندتر شده. البته فراموش نکنید که باز هم این از جمهوری اسلامی نمیاد، از دوران صفویه تشیع به دین رسمی جمهوری اسلام، به دین رسمی حکومت در ایران بدل شد و از اون هنگام در حقیقت حکومت در ایران خودش رو در تقابل با خلافت عثمانی و در تقابل با اکثریت مسلمان ها تعریف میکرده. بنابراین این هم باز ریشه های تاریخی داره. آقای خدمتی، بحث دیگه بحث این هست که آیا این کنفرانس با شعار فلسطین در محور در واقع باز برگزار شده، آیا هنوز هم اسرائیل اون دشمن مشترکی میتونه باشه که کشورهای اسلامی رو در یک سو قرار بده؟ چون سابق بر این چنین جایگاهی داشت، ولی به نظر میاد در سالهای اخیر چنین وضعی دیگه به یک افسانه تبدیل شده. بله، به خصوص با عملکرد بد رژیم ولایت فقیه در سوریه و در یمن. یعنی الان جهان اهل سنت ممکنه به قناعت رسیده که خطر رژیم صفوی ولایی از ایران به مراتب بیشتر است تا خطر مثلا رژیم اسرائیل. بالاخره اون به اسم اسرائیل به اسم یک دین میاد، ولی این به اسم اسلام میاد و خنجر از پشت میزنه. و اون چیزی که مهمان برنامه فرمودن در رابطه با اختلاف در کشورهای اسلامی، ما هرگز نمیبینیم که در کشورهای اسلامی در رابطه با ایده و عقیده با هم خلاف داشته باشن، برعکس جمهوری اسلامی ایران که با کشورهای دنیا زاویه دارد. ببینید، ما در مذاهب چهارگانه اهل سنت خلاف فرعی است، هیچ وقت خلاف اصولی و عقیدتی شما نمیبینید.
و اون چیزی که مهمان برنامه محترم بهش اشاره فرمودن یک مسئله سیاسی است که نشأت گرفته باز از فضولی‌های رژیم ولی فقیه هست. نمونه بارزش در یمن زیدی‌ها با اهل سنت زندگی میکردن، سالها خلافی هم نداشتند و اتحادی بود و برادری بود، وحدت بود و کسی خلافی نداشت. ولی از زمانی که آقایون عبدالملک حوثی را از یمن خواستند در قم شستشوی مغزی دادن و تبدیلش کردن به شیعه اثناعشری غالی برگشتن و این خلافها و این کشتارها شروع شد. در سوریه همینطور سالها مردم با علویها زندگی میکردن، مشکلی نبود. از زمانی که جمهوری ولایت فقیه و از زمانی که آقای قاسم سلیمانی دخالت کردن این کشتارها را اندازی شد، بنابراین نتیجه میگیریم که جهان اسلام اگر به دست به اختیار خود گذاشته شود خود با هم متحد است و وحدت دارد و اعتصام دارد، ولی این رژیم ولی فقیه هست که دخالت میکنه در کشورها، ناامنی ایجاد میکنه، اون هم صرفا به خاطر نهادینه کردن اون عقیده صفوی خودش. سالها گذشته از این انقلاب، حدود 4 دوره گذشته یا 4 دهه گذشته در آفریقا ما شیعه نداشتیم. اینها هزینه کلانی برای شیعه کردن و شیعه گستری در آفریقا، در اندونزی ما شیعه نداشتیم، اینها آمدن جامعه المصطفی را درست کردن برای شیعه گستری، در بحرین همینطور دخالت هایی میکنن. بنابراین اینها برای به هم زدن امنیت منطقه و کشورها ید طولایی دارن، لذا زعامت و اون قدسیت رهبریت اسلام را از دست دادن. یعنی اینها همین که اشاره فرمودید شما با رمز فلسطین این کنفرانس شروع شده، خب چرا با رمز مکه شروع نشود؟ برای اینها با اهل سنت، با سعودی ها زاویه دارن. چرا با مثلا کعبه که قبله مشترک هست شروع نشود؟ از اونجا اگر که بدین شکل شروع میکنن با فلسطین، از این طرف هم میان برای خود تبلیغات میکنن و برای خود هزینه میکنن که اینها مدافعین حرم هستن در حلب و در. بنابراین اون چیزی که ما الان داریم میبینیم یک نوع تفرقه مضاعف هست بعد از 4 دهه، بعد از 40 سال، و هرگز نتونستند این کنفرانس ها وحدتی به ارمغان بیاورند. و بارها شده که حتی ما از داخل شنیده ایم، ببینید چیزی که بنده عرض می کنم سرایش کرده به ورزش، یعنی یک نوع بازیکن نیمکت پرسپولیس میاد میگه رافیزی ام و از 3 نفر بیزارم، تشویقش میکنن، خب میگه مرجع من وحید خراسانی است و تنبیهش هم نمیکنن. یعنی اینقدر تعصب. در زمان آقای خاتمی اومد مسئله شهادت حضرت فاطمه نهادینه شد و در مجلس و رسما تعطیل اعلام شد، تقویم رو عوض کردن بعد از اینکه قتل بود و وفات بود، تبدیلش کردن به شهادت. خب همه میدونن شهادت، از اون طرف هم میگه قاتل کی بود؟ عمر بن خطاب بود. بفرما شما عمر را قاتل میدونید؟ در کتابهایشون هم در آقای ملا باقر مجلسی در کتاب خودش روایت، یعنی میفرمایید که به هر حال اون چه که دولت جمهوری اسلامی ضعف سالهای گذشته کرده به جای این که باعث وحدت بشه بیشتر باعث تفرقه بوده. آیه خلجی نظر شما چیه؟ ببینید این صحبتی که دوستمون میکنن خیلی مطابق با واقع نیست. مسئله جمهوری اسلامی و پیدایش جمهوری اسلامی معلول بحران دولت در جهان اسلام از اواخر قرن 19 و به ویژه از اوائل قرن 20 و با فروپاشی خلافت عثمانی هست و نه عامل بحران دولت. یعنی جمهوری اسلامی یکی از مظاهر و تبلورهای بحرانی است که در دولت وجود داشته، در بحران دولتی که در سرزمین‌های اسلامی وجود داشته و حل نشده و همچنان حل نشده است. قبل از اینکه جمهوری اسلامی بیاد ایشون باید توضیح بدن که کجا شیعیان عرب و یا شیعیانی که در قلمرو خلافت عثمانی و بعد در کشورهای اسلامی تازه تأسیس اسلامی مثل سعودی زندگی میکردن، کجا شیعیان حقوق برابر داشتن با اهل سنت؟ در هیچ کجا. در حقیقت شیعیان یک اقلیت تحت ستم و تبعیض بودن در تمام این کشورها و هنوز هم هستن. ایشون میگه اصلا نبودن، تازه تشکیل شدن در مثلا آفریقا، در بعضی از کشورها مثل اندونزی. ببینید در جمهوری، در کشورهای عربی حکومت‌های سنی سیاست‌های ضد شیعی دارن، سیاست‌های شیعه هراسانه حتی دارن، یعنی به طور افراطی از انتشار تشیع به اصطلاح هراسان هستن، نگران هستن، کاملا نشون میده که حکومت‌های دینی هستن به خاطر اینکه نسبت به دین بی‌طرف نیستن. و فراموش نکنید که اگر جمهوری اسلامی تشیع رو
ترویج میکنه، عربستان سعودی سلفیگری رو ترویج میکنه، به اصطلاح خیانت ها و فجایعی که عربستان سعودی در افغانستان و در پاکستان به وجود آورده و از حکومت و از به اصطلاح سازمان ها و گروه های تروریستی حمایت کرده و همچنان چندین دهه هست که مشکل زا هست. اینها هیچ ربطی به جمهوری اسلامی نداره، اینها هم دوچار مشکل هستن. بنابراین جمهوری اسلامی رو یک دیوی نکنیم در برابر یک عالم فرشته، اینطور نیست. ما یک بحرانی داریم سراسری در جهان اسلام و عملکرد، اگر عملکرد جمهوری اسلامی در یمن اشتباه بوده که بوده، عملکرد عربستان سعودی هم به هیچ وجه درست نبوده و کارهایی که عربستان سعودی میکنه در عرب، در یمن یا در عراق یا در سوریه، اونها هم فرقه گرایانه هست، اونها هم منجر به تنش میشه و اونها هم موجب تشدید منافعات و باز بحران بیشتر دولت. ممنونم آقای خلجی، دقیقه وقت داریم. آقای خدمتی بفرمایید. من معتقدم تا زمانی که آخوند حاکم هست در ایران هرگز وحدت و اعتصامی نیست بین مذاهب و اینها بین خودشون هم تفرقه هست. دقت میکنن افرادی از خودشون مثل آتلا سانهی، آتلا منتظر را کنار بذارن، هر کس با سیاست اینها همگام نباشد و همسو نباشد بالاخره اینها را تهمیش میکنن و کنار میزنن. مسجدی حاضر نیستن برای اهل سنت در تهران بنا کنن. این دیده تنگ رهبر ولی فقیه را میرساند و اون مشکلی که آقایون دارن. مهمان برنامه اشاره فرمودند که دولت‌های سنی حراس از شیعه گستری دارن. بله، برای اینکه شیعه گستری ثابت کرده که ناامنی به وجود میاره، شیعه گستری ثابت کرده که فضول هست. اگر مذهب آرامی بود همه بهش اجازه میدادن در همه کشورها نفوذ کنه. بنابراین سابقه دارد، در طول تاریخ هر جا شیعه گامی گذاشته، پایی گذاشته، اونجا را تبدیل کرده به فسادخونه و تبدیل کرده به آقای خدمت. خیلی ممنونم از شما. بنزه 15 ثانیه آقای خلجی، می‌خواستید چیزی بگید؟ نه، سلفیگری اتفاقا اگر مشکلی در تشیع هست از سلفیگری میاد. بله. جمهوری اسلامی از سلفیگری تأثیر پذیرفته، جمهوری اسلامی متأثر از اخوان المسلمینه. متشکرم آقای خلجی، متاسفانه وقت تموم میشه. ممنونم از شما آقای خلجی. آقای خدمتی، بحث سازه جالب شده بود. ممنونم از هر دوی شما و ممنونم از شما که با این صفحه دو همراه شدید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت ما در دسترس شماست، bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو روی کانال یوتیوب ما هم میتونید مجدد ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه، شناسه توییتری ما هست @bbcpage2. اگر علاقمند هستید پادکست برنامه، یعنی صدای برنامه رو بشنوید، میتونید روی اپلیکیشن پادکستتون با جستجوی کلمه صفحه به فارسی در کنار عدد 2 مشترک پادکست این برنامه بشید. برنامه روی فیسبوک ما هم قرار میگیره، facebook.com/bbcpage2. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب و روزتون خوش.